بحث سریال کامیونیکیشن رو دفعه قبل شروع کردیم، راجع به پروتکل های مختلفش صحبت کردیم که به اصطلاح چه پروتکل هایی قرار داره، به چه دلیل هر کدوم، قابلیت هاش چی هست. روش های مختلفی که در سریال کامیونیکیشن داریم، روش ارتباط یا اتصال آسنکرون هست و سنکرون. هر وقت ما بخوایم اطلاعاتی رو، حجم اطلاعاتمون کم باشه برای ارتباط، روش آسنکرون رو میریم که پیاده سازیش بسیار ساده تره. هر وقت حجم ارتباط یا نرخ اطلاعاتمون بالاست و یه دفعه میخوایم فایلی رو، اطلاعات بزرگی رو جابجا کنیم، به روش سنکرون میریم که معمولا پیاده سازیش سخت تره و مکانیزمای خودش رو میخواد. از یه زاویه دیگه نگاه کنیم، اگر این رو بگیریم یک بایت، فواصل ارسال اینها در ارتباط آسنکرون میتونه هر چی باشه، هر وقت کاراکتری بود ارسال میشه. در صورتی که در ارتباط سنکرون، وقتی که دو فرستنده گیرنده با هم در واقع ابتدا سینک شدن، شروع میکنیم حجم بالایی از اطلاعات رو یه دفعه یه بسته یا پکیج رو با هم دیگه چکار میکنیم؟ ارسال میکنیم. خب برای اینکه گیرنده و فرستنده با هم سینک باشن، مقدمه مؤخره میخواد که دوتایی بتونن همیشه سینک باشن، نه تنها کلاکشون یکی باشه بلکه باید همفاز هم باشه. در روش بالا لازم نبود اطلاعات و لازم بود فرکانس یکی باشه، این با 9600 میفرسته اونم با 9600 بگیره، ولی کلاک لازم نیست همفاز باشه. بعد صحبتش میکنم دیگه. روش های ارتباط و اتصال چه روش های هن؟ روش سیمپلکس داریم، هاف دوپلکس، فول دوپلکس. اینا هم احتمالا ترم قبل خوندید مزش، فقط سریع میگذارم. سیمپلکس یعنی همیشه یک طرف فرستنده است، یک طرف گیرنده است. هاف دوپلکس یعنی یک خیابون یک طرف است، یا این میفرسته یا اون، یا این اطلاعات رو میفرسته یا اون، پس میشه ارتباط دو سیمه. فول دوپلکس یعنی هر دوتا میفرستن، پس ارتباط میشه چهار سیم یا سه سیم، بسیاری داره با گراند رو مشترک بگیریم یا اصلا جدا کنیم. یعنی TX RX میگن دیگه، این میفرسته این میگیره، این میفرسته این میگیره، مثل یه خیابون دو طرفه یا حتی تلفن همزمان، یکی صحبت میکنه یکی هم گوش میکنه. این مال بی سیمای قدیمیه، یکی صحبت میکنه میگه تمام، یا دکمه رو میزنه، یا وقتی این صحبت میکنه اون گوش میکنه، اون صحبت میکنه این گوش میکنه، همزمان یک مکالمه یه طرفه ما بیشتر نداره. خب برای ارتباط سریال استانداردهای مختلفی پیشنهاد شد. خیلی سالا پیش اولیش RS-232 بود که ماکسیموم سرعتی که برای ارسال پیش بینی کردن، استاندارد اول 20 کیلو یا 20000 بیت بر ثانیه، فاصله اش هم 50 فیت یعنی 16-17 متر تقسیم بر 3، 16-17 متر تقریبا ماکسیموم طول کابل سریالمون با اون سرعت ها بیشتر نبود. چند تا به اصطلاح سرفصل رو خواستن تعبیه کنم. ما ابتدا بریم تو بحث آسنکرون صحبت کنیم. فرض کنیم همچین بایتی میخواد ارسال بشه، این میاد در داخل یک بافر قرار میگیره برای ارسال، این ریخته میشه داخل چی؟ یک شیفر رجیستری، و این اطلاعات دیتاها یه بیت یه بیت ارسال میشه روی دو تا سیم.
این فرستنده، این هم گیرنده. خب در گیرندگی چه اتفاق میافته؟ دوباره اینجا یه شیفت رجیستر داریم، دیتا میاد یه بیت یه بیت، وقتی دیتا به طور کامل پر شد میاد در بافر دریافت میشینه و ما هش بیتمون رو به طور کامل میخونیم. پس یه اطلاعات رو، یک بایت رو اینجا میفرسیم، اینجا میگیریم. ما تا از چه مدیایی رد میشه؟ از یک مدیایی رد میشه یا طولش زیاده یا چیه؟ مثلا مدیای مخابراتیه، دفعه قبل دیدیم میره تو خط تلفن و یار. خب طبیعیه که اگر اینجا رو نگاه کنیم، اینا این بر بکشم، خب اگه اونجا نیا کنیم فضای TTL چیه؟ این تقریبا تا اینجاها هنوز یکه، حالا بیشتر کمتر. این تا اینجاها چیه؟ صفره. پس اطلاعاتی که میخواییم بفرستیم یه همچین اطلاعاتی، درسته؟ صفر و یک ها ما اینجوری میفرستیم. حالا یه خورده واقعی تر بکشیم، این فاصله چیه؟ فاصله بین صفر و یک، یه ذره نویز مثبت یا منفی رو سیگنال سوار بشه یک و صفر میکنه، صفر و یک. و چون داریم میایم رو بس خط انتقال، برمانه اینجا نویز مطرح میشه، مخابرات دیگه، بس سیگنال به نویز مطرح میشه. چقدر مطمئنیم دیتایی که اینجا دریافت شد چند درصد اطمینان داریم همون دیتاست؟ دیگه صد نیست، رفتیم تو احتمالات. خب برای اینکه احتمال یا صحت اطلاعات رو میبریم بالا، یک کاری کنیم که تا اونجایی که ممکنه اطلاعات صحیح برسه، یکی از راهاش اینه که این اثر رو کاهش بدیم دیگه، نویز که نمیشه حذفش کرد، برای اثرش کاهش بدیم. پس میان چیکار میکنن؟ پس میان اینجا دو تا مبدل میذارن، در واقع TTL رو به چی تبدیل میکنن؟ به RS232. خب این میره روی کابل، رو همین سیم، و نزدیکای اینجا که رسید دوباره چیکار میکنیم؟ RS232 رو تبدیل میکنیم به چی؟ TTL. TTL یعنی چی؟ 0.5 ولت. حالا این کانورشن و دیکانورشن یعنی چی؟ کاملا جای صفر رو یک عوض میکنیم، صفر میره رو حدود 12 تا 15 ولت، یک میره تا منهای 12 تا منهای 15 ولت. دلیل عوض شدنش همینه که روز اول با ترانزیستور انجام میدادم PMP، برای همین برعکس میشه. خب پس در واقع عملا ما نویز مارجینمون چی میشه؟ خیلی بیشتر میشه، و به همین دلیله که میتونیم چه کنیم؟ طول کابلمون رو دیگه ببریم یواش یواش روی چند ده متر. خب این روز اول بود MC1488، این بود 1489. بعد درس ساختار دیدید دیگه، ICI اومد که هر دوتاش توش بود دیگه، TTL به RS232 یا RS232 به TTL که ترم قبلی دید. پس اینجا اگر نگاه کنیم، اینجا رو اگر نگاه کنیم، یک دی کانکتور داریم، 25 پین بود اوایل، بعد شد 9 پین، که این 9 پین
پایه دوش رسیو پایه سش ترانسمیته و الاخر اینا دیگه استاندارد. پس RC-22 نه تنها این کرد، بلکه همون که دفعه قبل هم گفتیم 50 بیت بر ثانیه، 110 150 300 600 1200، یه سری سرعت های اومدن استاندارد کردن که هر کی از این سرعت ها استفاده کنه. پس میاریم بافر ارسال، شیفر ریجستر میفرستیم، RC-22 ش میکنیم، این دیگه فاصله زیاد، دوباره تبدیلش میکنیم، میاد اینجا و الاخر میتونه هاف دوپلکس باشه، میتونه فول دوپلکس باشه. چیه؟ این کانکتور، اینه این کانکتوره، این برم کانکتوره. پس این وسط هم RS-232 کیبله که یه سری ریزکاری های خاص خود شده در همین است. پس صورت مسئله اینه که خلاصه از دنیای موازی بریم تو دنیای سری، دوباره برگردیم به دنیای موازی، چون تای قضیه CPU موازیه دیگه. خب RS-232 چند تا محدودیت داشت. چی بود محدودیتش؟ یکیش سرعت روزای اول، یکی چی؟ فاصله. حتی اکثر این فاصله رو میگفت چقدر باشه؟ 50 فیت، 16 متر. هر چقدر ما سرعت رو میبریم بالا، فاصله با چی بشه؟ طبیعتاً کم شه. خب شده در فواصل 17 متر بیشتر استفاده نکن، 30 متر 40 متر هم در عمل استفاده شده، مثل همیشه به شرطی که کاب از بغل مهتابی رد نشه. این بدترین نویزوت برای شبکه، برای همه چیز این داره، کابلای مهد باید اگر با فاصله بره یا درست شیل بشه میشه 30-40 متر هم برد، مثلا تو این سرعت ها 50-60 متر هم جواب میده، ولی استاندارد نیست، اما کار میکنه، برای کار کریتیکال به درد نمیخوره. خب ما در گفتن که چیکار کنیم ما ببریم سرعت رو بالا، فاصله رو بالا. یه استاندارد 423 اومد. 423 میگه که 4000 فیت، 4000 فیت یعنی چقدر؟ 1220 متر، یعنی بالای 1 کیلومتر. پس این فاصله رو رسوند به کیلومتر و در سرعت در این فاصله 1 کیلوبیت. خب گاهی وقتا فقط ما میخوایم از فاصله 1 کیلومتری اطلاعات یک کنترل برق رو بخونیم. کنترل برق چی میخواد به ما بده؟ 4 تا عدد بده دیگه، چیزی زیادی نیست، درست؟ پس 1 کیلوبیت پر سکند هم خیلی عالیه، چیزی زیاد قرار نیست بده. اونجا یک کامپیوتر نشسته که بخواد فایل دانلود کنه. پشت سر این RS-423 اومد که بسیار بهتر و قابلیت‌های بالاتری داد. RS-423 از این خاصیت استفاده می‌کنه که میگه که در همون فاصله با سرعت خیلی بالاتر کار می‌کنه. ببینید در همون سی فیت قبلی، در واقع مثلا فواصل 10 متری سرعت رو برده رو 100 کی، در فواصل 100 متری 10 کی، در فواصل 4000 در واقع 1000 متری این سرعت زیادیه. حالا یه جا پیداش بود. چرا این کارو میکنه؟ به خاطر اینکه در واقع این سیگنالی که میخواییم بیاریم یه سیگنال نسبت به گراند میاد در واقع به صورت اینه یا اینه؟ آها بخشید، بعد از اون 423 بود، بعد از 423 422 میاد، 422 میاد که شمارش کمتره ولی پیشرفته تره. ببینید در 1 کیلومتر شد 100 کی، اون در 1 کیلومتر چقدر بود؟ 1 کی بود. در 1 کیلومتر 100 کی، در 100 متر 100 خورده متر 1 مگ، در فواصله 10-20 متر چقدر؟ 10 مگ. نسبت به این قابل مقایسه نیست. چرا تونست این کار انجام بده؟ به خاطر اینکه سیگنال رو اومد S رو نسبت به گراند کرد، S و منهای S، S و منهای S رو تو این فواصل میبره
یک دیفرنشیال آمپلیفایر خوب در ورودی قرار میده، هر سیگنالی که رو اس سوار بشه، نویز رو اس سوار شه، رو منای اس هم سوار میشه، از هم تفریق میکنه، نویز رو حذف میکنه. به این ترتیب 3487 و 3486 دو تا آی سی ام سی همیشه چیه؟ موتورولا. این آی سی ها رو که اینجا قرار بدیم، در واقع میتونیم در فواصل خیلی خوب سرعت های خیلی خوب رو برای ارتباط سریال بگیریم. این اسان 422 بسیار مطرح شد و بعد کارتای اومد که دو تا 422 روش داره. خب حالا اگر ما دو تا مثلا پی سی داشته باشیم، فاصله اینا هم باشه چی؟ 1 کیلومتر. بخوایم این دو تا رو به هم وصل کنیم، چند تا راه داریم. یکی این که اگر این RS232 داره بیاریم یه مبدل بذاریم، تبدیلش کنیم به 422، بفرستیمش اینجا، دوباره تبدیلش کنیم به 232. بنابراین فاصله رو از 10-20 متر میکنیم چی؟ کیلومتر. چرا؟ برای اینکه بین این میتونه اون فاصله داشته باشه. الان اینجا آیا میشه سرعت بالا از این گرفت؟ حتی اکثر سرعتی که RS232 میده چقدره؟ دفعه قبل صحبت کردیم 115 و 200. حالا دلیلش رو امروز یا جلسه بعد. پس اگه قرار باشه حالا دو تا کامپیوتر رو در فاصله 1 کیلومتری به هم وصل کنیم و سرعتم بالاتر از اینا بگیریم، سرعت مگابیت پر سکندی بگیریم، چیکار باید بکنیم؟ تناراش اینه که چیه؟ دو تا کارت بذاریم دیگه، یعنی از RS-322 رد چیم؟ کارت بذاریم، پورت RS-422 این پی سی رو به پورت 422 اون پی سی بست. خب 422 اصطلاحا میگن دو تا نقطه رو به هم وصل میکنه، پوینت تو پوینته، یه نقطه رو به یه نقطه وصل میکنه. پشت سر این استانداردی اومد به نام 485. این رو خیلی خوب یاد بگیرید، خیلی در آینده به درد بخوره. به نام 485 پوینت تو مالتی پوینت، یا اصطلاحا بهش میگن مالتی دراپ. خب این چی میگه؟ خیلی وقتا ما لازمیه هاست یک کامپیوتر مرکزی رو در یک فواصل طولانی وصلش کنیم به یک تعدادی اند پوینت، به یک تعداد امبدد سیستم. به ما اجازه میده تا 4-5 کیلومتر فاصله رو با یک زوج سیم تلفن بسیار ارزونی که لاله‌زار میشه خرید، تیم زوج سیم تلفن معمولی، تا فاصله چند کیلومتر از 250 کی تا 12 مگ اطلاعات رو از 31 دیوایس تا 124 تا دیوایس برداریم بیاریم مرکز. به چه درد میخوره؟ useful for purpose in which we don't need constant monitoring of terminal. ببینیم یعنی چی. پس maximum cable 4 تا 5، اینا رو همه رو صحبت کردیم. چجوری کار میکنه؟ یک کارت 485 میذاریم توی پی سی مون، یا بعضی از دیوایس های ما پورت 485 داریم. اینا دیوایس های مختلفی هستن که در با فاصله مختلف قرار میگیرن. هر کدام از این دیوایس ها، اینم اینجا هست یا نه، هر کدام از این دیوایس ها میتونن یکی از اینا باشه. این چیه؟
یه سیستمی است که خودش پروسسور داره، مثلا ترموکوپل آنالوگ اینپوت آنالوگ آوتپوت میخوره، یا خروجی، همه جور خروجی، همه جور ورودی. پس یونیت های مختلفی هستن که توی شبکه ما چی شدن؟ توضیح شدن. یه دیوایسیه که هم RS-232 داره، هم خروجی RS-485 داره و کارت های مختلفشون. خب پس یه سری دیوایس های هستن که خود این دیوایس ها میکروکنترولر بیستن، هوشمندن. فعلا تا اینجا نگاه کنیم، 31 دیوایس. هر کدوم از این دیوایس ها یه آدرس میگیرن، خودش 0 1 تا 31. میاد چیکار میکنه؟ میاد نرم افزاری که اونجاست به روش پولینگ عمل میکنه. میاد ابتدا سراغ این، هر اطلاعاتی که میخواد به این میده، هر چی اطلاعات این داره برمیداره میره. بعد میاد سراغ این، اطلاعاتی که باید به این بده اگر هست میده، اگر اطلاعات این داره برمیداره میره. میره تا سراغ 31، دوباره برمیگرده چی؟ اول. همینطور توی لوپی هست. به درد ریموت مونیتورینگ میخوره، به درد یک پروژه ریل تایم کریتیکال نمیخوره. برای اینکه اگر اینجا یه سنسوری بذاریم، مثلا اینجا یه سنسوری بذاریم، سنسور حرارت، که این حرارتش از N درجه رفت بالا، سریع باید CPU مرکزی بفهمه یه اکشنی انجام بده. خب در این حالت این انقدر باید وایسه تا نوبتشه. خب پس به درد پروژه های ریل تایم، پروژه های کریتیکال کلن نمیخوره. به درد پروژه های کلاسیک مونیتورینگ میخوره، پروژه های که دیتا کنده، دیتا یه خورده دیرتر یه خورده زودتر برسه اهمیت نداشته باشه. پروژه ها رو بسیار افکتیو و بسیار ارزون میکنه. پس میاد به این یکی یکی برمیگرده تا برگرده اینجا. میشه یک ریپیتر گذاشت، یک دستگاه، تا 4 ریپیتر میشه گذاشت. هر کدام هم از اون اول تا این نقطه تقریبا همون 1200 متره. پس 4 ریپیتر میشه تقریبا 5 کیلومتر خورده دیگه. به طور تئوری تا چند تا دیوایس میره؟ 4 تا 31 میره دیگه، 124 دیوایس میره. متوقعی 124 دیوایس تو این چین بذاریم، نوبت یکی گذشت، خیلی باید وایسته تا نوبتش بشه. بعضی وقتا هم اب نداره، بعضی وقتا که اگه اب داره ما میام چیکار میکنیم؟ یک کارت میذاریم. من که اینا میکشم معذور، همیشه دو چیز، مثلا 2 تا یا 4 تا پورت RS-485 باشه، هر کدومی چی توی مسیر بره. 120 تا داریم، هر 20 تاشو میدیم به یکی. حواسمون باشه که اگر اینجا یا اینجا کابل قطع بشه چیه؟ خوابیده، یا از اینجا بعد خوابیده. یه خاصیت خوب دیگه هم که اینا دارن اینه که هر کدوم اینا که بسوزه اینشو چیکار میکنه؟ اتصال کوتاه میکنه، که یکی که سوخت باعث نشه کل زنجیره معطل این بابا بشه. خب به درد چه تیپ پروژه‌ای میخوره؟ هم به درد پروژه‌های صنعتی میخوره، هم به درد پروژه‌های آیتی میخوره. خب من 2 تا مثال بزنم که واقعی انجام شد. فرض کنید یه محوطه رو در نظر بگیرید چند هکتاریه، مثلا ایران خودرو، خب مثلا صدا و سیما چند هکتاره دیدید دیگه، خیلی بزرگ. چند تا در داره که کارمندا پرسنل تردد میکنن؟ خیلی در داره، هر کدومش یک گوشه شهر. خب هر روز صبح به صبح یه عالمه اینجا اتوبوس پیاده میکنن ملت ها، درسته دیگه. ما چی میذاریم اینجا؟ ما یه سری دستگاه های چی میزنیم؟ کارت. هر کی میاد کارتشو بکشه که وارد شد. خب بعض وقتا از اینجا تا ساختمونش هم کلی زمان میبره، گاهی وقتا جلوی ساختمونش هم دستگاه میذارن که نره اینجا. بعضیا میرفتن اینجا سفره پهن میکنن 13 بدر و نون بربری، بعد 1 ساعت بعد میرن محل کارشون. برای همین اینجا هم میذارن. یه زمان صدا سیما بود. خب خوش آب و هوا هم هست.
این برمری یه سرات اینجا میذاریم، ما تعداد زیادی دارم پیاده میشم، پس چند تا از اینا میذاریم؟ گاهی وقتا اگه دیده باشید کارخونه ها را، یه رفعه میدید 10 تا ماشین گذاشته بغلم، چون صبح که پا میشن هیچ کم همه هم اجاره دارن، عصر که میخوام برم بیشتر اجاره دارن، درسته؟ صف مفایی نمیذارن، هر کی میخواد زودتر برسه. پس یه عالمه اینجا داریم، یه عالمه اینجا داریم، یه عالمه دیوایس اینجا داریم و به همین ترتیب. خب حالا این اطلاعات اینا به هم وصلن، این فرض کنیم کامپیوتر مرکزی مونه. چی اطلاعاتی میخواد به اینجا برسه؟ ورود و خروج افراد. اگر این کابل پاره بشه چیه؟ هیچ اتفاقی نمیفته، درسته؟ این کنترل که نیست، یه فرایند میریم پیداش میکنی بستش میکنی. اطلاعات از تو دل اینا که پاک نمیشه، اطلاعات اون تو هست، برق داره، باتری داره، همه چی داره. پس مهم اینه که این لینک برقرار بشه. هر وقت برقرار شد این چیکار میکنه؟ برنامه میاد بالاخره صورت حساب میده که کی رفت کی اومد، درسته؟ پس به درد این میخوره که یه در رو به هم وصل کنی بیاری اینجا. یه بحثی امروزه داره خیلی درا میافته، تو ایران هم پروژه ها شروع شده، یه سرفصل بزرگی ما داریم، تقریبا میتونیم بگیم تو دنیا 2010 کلید خورد. از 2010 به بعد اکثر کشورها برنامه رو داشتن، 2020، 2030، 2040 تا 20-30 سال آینده رو همه کشورها برنامه‌ریزی کردن که چی کنیم؟ انرژیمونو هوشمندانه مصرف کنیم، هم انرژی برق، آب، گاز، باد، همه چی اینا. برنامه‌های زیادی تو همه دنیا ریختن. حالا وارد یک برجی میشیم، معمولا پایینش حالا من بالاش میکشم، وارد یک برجی میشیم، یه ساختمونی میشیم. چی داریم؟ کنتور برق. مال چی؟ مال هر آپارتمان باید با هم فرق کن. پس یک تعداد زیادی کنتور برق داریم، چند تا؟ 10 تا 20 تا 30 تا 50 تا 100 تا، به تعداد آپارتمانایی که تو اون مجتمع وجود داره. خب اسمارت گرید چی میگه؟ میگه یه جوری، حالا من یک کنتور میگم، یه جوری اطلاعات این کنتور به من برسه تو ایران، تو توانیر، اونی که برق دستشه، برق میفروشه به ما، صورت حساب سر ماه میده، اطلاعاتش برسه تا براش، تا حالا چی بود؟ صورت حساب بدیم دیگه، چقدر مصرف کرد. حالا یواش یواش بیایم این مرتب این اطلاعات رو بفرسته، حالا ارتباط رو چیکار کنیم؟ دو طرفه کنیم. ما هم بهش بگیم که چی؟ اگر اینجوری مصرف کنی بهتره، یا از راه دور فیوزش رو چکار کنیم؟ پروگرام کنیم که اگر 7 شب 8 شب او توش و پلوپزش و جارو برقش رو با هم روشن کرد بپکی. نباید این کار بکنی. چرا؟ برای اینکه مصرف برق منطقه میره. پس یه چیز دو طرف است. یواش یواش این تا حالا مصرف کننده بود، حالا اگر در مورد چی؟ یه کارخونه صحبت کنیم. این کارخونه تا حالا مصرف کننده برق بود، حالا اومده دیزل جنراتور گوشته، کلی سرمایه‌گذاری کرده، 8 صبح تا 6 عصر برق مصرف میکنه، از 6 عصر تا 8 صبح میتونه برقشو بفروشه، پس هم میفروشه هم میخره. ممکنه این بسته سولار پنل گذاشته باشه، ممکنه تونل بادی چیزی گذاشته باشه، با باد انرژی تولید کنه و همه انرژی های نوین و جدیدی که هست. پس یه بحث دو طرف هست که اطلاعات باید بره. حالا این چجوری بره اینجا؟ راه‌های مختلفی. یکی از راه‌هاش چیه؟ اصطلاحاً بهش میگم PLC، مخفف چجوری از رو کابل برق دیتا بفرستیم. خلاصه بخواهش اینه، الان اکثر کابلای برقی که تو دنیا دارن میکشن بین شهرها و بین محلال، وسطش فیبر نوری رفته، وسط کابل فیبر رفته. یکی از پروژه‌ای که توانیر تازه راه انداخته، به زودی میخواد حالا استارت در آینده بخوره، یکی بیاد فیبر، این همه فیبر نوری من تو کشور دارم، هم تا فیبر انداخته دیگه، یکی بیاد از این فیبر استفاده کنه که حالا داره یواش یواش میاد تو مدار.
خب ما بتونیم از این کار بکنیم، حتی در داخل خونمون. اینجا یه پریز داریم، تو هر اتاق یه پریز داریم. اینم کنترل برق. دیتا رو اینجا اعمال کنیم، از اینجا بتونیم دیتا بگیریم به جای اینکه کابل شبکه بکشیم تو خونمون. اینا انجام شده، دیوایس هاش هست، همه چیزاش هست، منتها تو اینجا یه مقدار زیادی نویز زیاده. چیکار میکنم؟ هر انتا کانتور رو میدم به یک کانسانتریتور، یه سیم کارت اینجا میذارم، از طریق جی پی آر اس میفرسته. چیا؟ اطلاعات میفرسته، برای هر کانتور یه جی پی آر اس نمیصرفه. هر چند وقت به چند وقت یه اسمس میزنه، راجبه چی؟ راجبه این کنتور، این کنتور، این کنتور، این کنتور، یا اطلاعات رو میگیره توضیح میکنه. خب حالا انتا کنتور داریم، اینا رو میخواییم به هم وصل کنیم و ضمناً به این وصل کنیم. ارزونترین و ایدئالترین راه چیه؟ آلس چاستر شکن. اکثر کمپانی های کمی دو سه سال اخیر دارن میان تو بازار، همه آرس 685 رو گرفتن پروتکل اصلیشون برای ارتباط کنترا به هم. ببین این یه نرم افزار اینجاست، این میاد میذاره توی این یه پروتکل میاد میگه آدرس صفر، آدرس یک، هم این میفهمه با این کار داره، میگه اینا رو بردار، هر چی داری برام بده. آدرس دو، چیزی برات ندارم، تو هم چیزی نداری، میره. پس ممکن نیستی بهش بده، فقط یه چیز ازش بگیره، یا هر دو کار یا هیچ کار. آره اینجوریه دیگه، منتها اگر یک سوخت این اتصال کوتاه میشه. یک الان نمیتونه شروع بکنه، مثلا کنترل یه خونه بیاد، حتما میتونه. مطابق ببینید مشکل هم نه اینجا که ببین، از اینجا اگر شما بذاری، اولا اطلاعات برق به چه درد بخوره شونه بشه، کنترل این مثلا مصرفش بالاست یا پایین، داده از توش نباید بره، داده نه مثلا تغییر بده دیگه، مثلا همینجوری که عدد کنترل رو بالا تر اعلام کنه، دوباره برای مثلا نه سکیوریتی بحث دیگه است. اینی که کسی از این خودشون نتونن بیا اینا تغییر بدن، نتونن به این اکسس کنن، نتونن به این کامیکیش کنن، اینا بحث اینکریپشن و اینا داره. کل سیستم باید سکیور بشه مثل همه چیز. پس ببینید این یه سیستم، اینجا یه هاب گذاشتیم، دیجیتال اینپوت، گیتوی. گیتوی یعنی در اصطلاح شبکه پروتکلی رو به پروتکلی کانورت میکنه، میگن گیتوی. این بر اترنت، این بر آر اس 32، این بر آر اس 485، اون بر اترنت. این وسط مبدل اسمش میگن گیتوی. دیتا گیتوی این بر اترنت کارت کابل شبکه است، این بر میشه 485، این بر میشه آر اس 32. این هم که صحبت کردیم. یا مثلا یه سیستمی داریم به اینا واسه شده، انواع همزن، انواع سنسور، انواع اکچویتور، همچنان توضیح شدن به روش‌های مختلف. میتونه لایه یکش به شبکه وصل بشه، لایه دوشون به آر اس 32 یا آر اس 485. وقتی میخوایم یک کاری رو توضیح کنیم در یک محیط جغرافیایی زیاد، حواسمون باشه که برای بحثایی که اگرم قد شد شد، خوابید خیلی مهم نباشه. به درد پروسس کنترل، ریل تایم کنترل این نمیخوره. خب یه سرفصل دیگه هم تو سریال داریم، حواستون جمع بشه. اکثر دیوایس های سریالی که ما داریم بهش میگن دیتا ترمینال اکویپمنت. پایه دو ترانسمیت، پایه سه ریسیو، پایه دو ترانسمیت، پایه سه ریسیو. طبیعیه که به نظر الان منطقی میاد، فول دوپلکس هم هستیم، دو رو به سه وصل میکنیم، دو رو به سه. خب این که نیازی به توضیح نداره. اما بعضی از دیوایس ها هستن دی سی ای ان. این دیتا ترمینال اکویپمنت، این دیتا کامیونیکیشن اکویپمنت.
ترمینال کیه؟ یه پی سی ترمیناله، یا اطلاعات جنریت میکنه یا اطلاعات میگیره برای خودش. دیتا کامیونیکیشن اکیپمنت ها کیان؟ مثل مودم، اطلاعات برای خودش نمیخواد، میگیره از این میده، از این میگیره، از این میده، درسته؟ به اونا میگن دی سی. دی سی ای ها، حالا یادم نیست دلیلش، خیلی قدیم یه موردی بود، دور پایه ترانسمیت و ریسیوش جاش عوض شده. یعنی اینجا دو رو به سه وصل میکردیم، اینجا با دو رو به دو وصل کنیم، سه رو به سه. همین مطلب ساده گاهی وقتا ساعتا وقت آدم رو میگیره. کلن وقتی توی سرفصلی هستیم که دو تا سیستم رو میخواییم وصل کنیم، وقتی کار نمیکنه 70% مشکل از کابل و کنکتوره، وقتی ارتباط نیست. و اگر باز کار نمیکنه خیلی وقتا اشکال اینه. یه زمانی، الان دیگه رفت، یه زمانی مثل همیشه که ایتالیایی ها تو اوت میزنن، یک کمپانی به نام اولیوتی اومد یک کامپیوتری ساخت، اشتباهاً پورت سریالش رو دی سی ساخت. هر کس تو دنیا میخواست بهش وصل کنه به مشکل میخورد. همه مجبور بودن کابل آر اس 32 رو بگیرن پایه دوسش رو عوض کنن، یا پلاتر اچ پی داده بود دی سی، پس کانکتراش کار نمیکرد. خیلی وقتا مشکل اینجور چیزای مشکلای ریزه ابتداییه، ولی مشکل از همین چیزاست. یا اینکه این دوتا رو یک رومیز میکشیم، اینور میکشیم اونور، همین پایه ها از این کانکترها چی میشه؟ یواش یواش لوز میشه. اکثر موارد اول باید مطمئن بشیم هم کانکترها درستن، هم درست قلع شدن، هم جای خودشون اتفاق افتاد. خب من سنکرون ازش میگذارم چون وقت نداریم. در بحث آسنکرون، ترانسمیت به ترانسمیت وصل میشه، ریسیو به ریسیو. چهار تا سیگنال گذاشته شده برای بحث هندشیکینگ. این میگه دیتا ترمینال ردی، این میگه دیتا ست ردی. ببینید این میگه من حاضرم، این چک میکنه که این حاضره، اینم میگه من حاضرم، اینم چک میکنه که این حاضره. گاهی وقتا این دو تا دیوایس روی یه میز قرار گرفتن، گاهی وقتا این دیوایس یه جاست، اون یه ساختمون اونورتره، یک کیلومتر اونورتره دیگه. این تو این ساختمون ما برق داریم، تو این ساختمون اصلا برق نداریم. پس یکی از کارهایی که انجام میدیم اینجا رو نگاه میکنیم. وقتی میبینیم اینجا یکه، یعنی اصلا طرف نیست، درسته؟ کانکشن از دست رفت، یه اتفاقی افتاد اونجا. توی لوپ قرار میگیریم، هر وقت این برقرار شد یعنی ارتباط چیه؟ برقراره. یه ارتباط استاتیک دو طرفه است. این دو تا هست request to send، این هست clear to send. اینا dynamic handshake هست، مثل همون handshake. هر وقت این میخواد اطلاعاتی بفرسته میگه من یه اطلاعاتی میخوام برات بفرستم. هر وقت این به عنوان گیرنده گفت بفرست، این پشت سرش دیتا رو میفرست. اگر نمیخوایم handshake داشته باشیم و اگر اینا به هم نزدیکن، میتونیم ارتباط رو به جای 7 سیم بکنیم 3 سیم. این همیشه بگه حاضرم، این هم همیشه بگه حاضرم. به اصطلاح جامپر میذاریم، این پایه مثلا 6 رو به 7 وصل میکنیم، اون پایه چند رو به چند وصل میکنیم. فرض رو بریم میذاریم که هر دوتا تو همین اتاق هم دیگه، درست؟ حالت به اصطلاح چیز هم نمیخواییم. پس ارتباطمون به اصطلاح 4 سیمه، گاهی وقتی گراندش یکی 3 سیم هست یا 7 سیم. خب میرسیم به همین اسلایدی که اوایل ترم دیدیم دوباره. یادتون باشه اینجوری بود صورت مسئله، که ما سی پی یو بایاس روی مادر بورد یه چیپی داریم به نام 8250، روز اول داشتیم، توی جنریشن بعدیشو بعدم ببینیم، که یو آرت یونیورسال آسینکرونوس ریسیور ترانسیور. یه چیپ دیگه اینتل داده بود به نام 8251، یوزارت بود، یونیورسال سینکرونوس آسینکرونوس رسیور، هم سینکرون کار میکرد هم آسینکرون. همونطور که اول جلسه گفتم، سینکرون برای مواقعی است که یه دفعه یه حجم بالای اطلاعات رو میخواییم تبادل کنیم، آسینکرون برای مواقعی که اطلاعات کمی رو میخواییم بفرستیم. الگوریتم آسینکرون چی بود؟
قرار بود این بایت رو بفرستیم. خب این میاد تو بافر استارت، بافر ارسال، میره به شیف رجیستر، یه بیت میره. با چه نرخی؟ مثلا 300 بیت در ثانیه، 600 بیت در ثانیه، با یه نرخی که کاملا مشخصه. خب حالا اینجا رو نگاه کنیم، TTL نگاه کنیم، نه RST-32 چجوریه؟ باید نرخ ارسال و نرخ دریافت با هم یکی باشه. خب اینجا را اگه نگاه کنیم، عرض کنم در لایه TTL این همیشه یکه. اینجا هر وقت میخواید یک بایتی بفرسته، ابتدا یک بیت میفرسته که بهش یک بیت یک به صفر میفرسته، حتما صفر، که اسمش هست چی؟ استارت بیت. خب بعد این شروع میکنه دیتا رو فرستادن. این چیه؟ دی صفر، این هم دی هفت دیگه. یه دونه یک میفرسته، بعد صفر، بعد دو تا یک. حالا من این رو حواظ کنم، دو تا صفر، دو تا صفر، یک و صفر. پس اطلاعات رو یکی یکی شروع میکنه چی؟ ارسال کردن. با چه نرخی؟ هر کدوم از این زمان ها چیه؟ مثلا هست 1/600 ثانیه دیگه. اگه قراره چی بره؟ اگه قراره 600 بیت در ثانیه بره، هر کدوم از این زمان ها 1/600. حالا برای این که مطمئن بشیم داده دریافتی درسته، چند تا ذریب اطمینان میخواییم. یکیش که هاردوری ما RST-32 داشت کردیم، اون به کنار. دیگه چی؟ دیگه یک آپشن داریم که در پایان چی بفرستیم؟ یه بیت پاریتی بفرستیم که میتونیم انتخاب کنیم پاریتی زوج یا فرد باشه. پس این چیه؟ آپشناله، یعنی میتونیم انتخاب کنیم باشد یا نباشد. در آخر هم انتخاب میکنیم که یک یا دو چی داشته باشیم؟ استاپ بیت داشته باشیم که حتما یکن. از اینجا تا به اینجا بهش میگیم یه فریم اطلاعاتی. برای اینکه 8 بیت بفرستیم، چند بیت کلن داریم بفرستیم؟ 12 بیت. حداقل چند بیت باید میفرستادیم؟ اگه اینو نخواهیم اینم یکی باشه میشه چی؟ 10 بیت. پس بین 10 بیت تا 12 بیت فریم ما میتونه متغیر باشه. اگر به ما میگن مودم ما 9600 چند بایت در ثانیه میتونی بفرستی، دیگه از این بعد
تقسیم بر 8 نمی‌کنیم، تقسیم بر 10 می‌کنیم، میگیم حد اکثر میتونه 960 بایت بفرسته، یه خورده هم تخفیف میدیم میگیم یه خورده بین 900 بایت، درسته؟ چون مقدمه چیز داره دیگه، اضافی داره. پس این الگوریتم ارسال بود از چشم کی؟ فرستنده. حالا از چشم گیرنده نگاه کنیم، از این زاویه به قضیه نگاه کنیم. گیرنده چیکار میکنه؟ مرتب داره چک میکنه، هر وقت یک ترانزیشن یک به صفر رو دتکت کرد، به اندازه تی دوم میاد دوباره یه بار دیگه چک میکنه، اگر دید صفره فرض میذاره برای اینکه استارته، وگرنه نویز بوده. بعد از اینجا به بعد به اندازه تی خودش رو جابجا میکنه، وسط اینا رو نگاه میکنه، دیتا رو پس بر میداره، آخر سر پاریتی که براش میاد با پاریتی که خودش حساب میکنه چک میکنه، این دوتای آخر هم فرض میکنه حتما باید یک باشه دیگه، درسته؟ پس ابتدا ما میگیم فرمت رو توافق میکنیم، میگیم دیتامون 8 بیته، این دیتا میتونه 5 بیت باشه، 6 بیت، 7 بیت و 8 بیت. 5 بیت مال سیستم های قدیمی تلکس، 6 بیت تقریبا نداریم، این مال اسکی کدا، این هم که دیتای کلاسیکی که بایت. پس خود دیتامون 8 بیته، مثلا سرعتمون 9600، پاریتی زوج و چی؟ دو تا استاپ. حالا در گیرنده چند تا چیز رو چک میکنه، چند تا ارور میتونیم داشته باشیم در زمان گیرندگی؟ یکی پاریتی ارور دیگه، پاریتی قرار بود یک دریافت کنیم صرف یا برعکس، درست. یکی دیگه اصطلاح میگم فریمینگ ارور، دو تا یک باید آخر سر دریافت کنم، از این دو تا یکیش یک نیست، این دیگه، این که صفر هست و یک معلوم نیست چون دیتاست، ولی اون که حتما یکی دیگه باید یک دریافت شه. یکی هم آوران ارور، یعنی یه دیتای اومده اینجا رفته اینجا، به میکرو هم خبر دادیم، میکرو نیومده بخونه، کاراکتر بعدی اومده روی قبلی چی شده؟ نوشته شده، یک کاراکتر از بین رفت. پس سه تا ارور میتونه به ما بده در حالت گیرنده، و اون الگوریتم فرستنده است، اونم الگوریتم گیرنده. این کاراکتر رو داریم میفرستیم، نهایتا میره اینجا میشینه، به سی پی یو بی هم خبر میدیم، به سی پی یو دریافت کننده بیا اینو بخون، اگر نیامد بخونه کاراکتر بعدی بالاخره هر چند کند میاد روی این قبلی نوشته میشه. پس بدون یک کاراکتر از دست دادی. حالا همه اینا به کنار، بازم ممکنه این محیط چی باشه؟ همیشه نویز داره دیگه. چقدر نویز داره؟ 10 به قوه منهای چند قابل قبوله، منهای 6، منهای 7، از تروار 10 میلیون بیت چند تا نویز قابل قبوله. اون جلسه گفتم میخوایم صدا رو بفرستیم، تصویر رو بفرستیم یا حساب بانکی رو بفرستیم، فرق میکنه دیگه میزان نویز. برای اینکه این کار انجام بشه یه مودی داریم، مود ارسال بریک. ارسال بریک چیه؟ میاد تو این TTL به جای اینکه خروجی رو یک نگهداره، یک دفعه چیکار میکنه؟ یک دفعه از من کوچیک میکنم، از این زمان تا این زمان صفر مطلق میفرسته، مثلا این زمان میتونه یک ثانیه باشه، خب فقط صفر میفرسته. پس اینم میره تو مود دریافت چی؟ بریک. پس متوقعه که اینجا فقط چی دریافت کنه؟ صفر. پس هر چی یک دریافت کنه یعنی چی؟ یعنی پارازیت دیگه، یعنی نویز. میتونی یکاشو بشماره ببینه چند تا نویز توی یک ثانیه اومد. پس اینم بحث بریک.
برسیم به اینجا. صورت مثلا این بود که CPU، BIOS و چیپ UART. IBM روزی که PC رو می ساخت اومد بین چیپ های اینتل 8250 رو به جای 8251 انتخاب کرد. 51 قوی تره از بعد این که کامل تره بگم بهتره. از بعد این که هم سنکرون داره هم آسنکرون، متا آسنکرون 8250 بسیار قوی تره. این هم قرار بود روی پورت های سریالش فقط آسنکرون بده، پس 8250 رو انتخاب کرد. خب حالا ما که این بالا نشستیم با عنوان یوزر، میخواییم این پورت RS-232 رو برنامه ریزی کنیم، ازش دیتا بفرستیم، دیتا بگیریم. مثلا دیتامون چند بیتی باشه، باد ریتمون چند باشه، پاریتی داشته باشیم نداشته باشیم، زوج باشه یا فرد، استاپ بیتمون یه بیت باشه، دو بیت، حتی 1.5 بیت هم داریم. یعنی بعد از 1.5 بیت بعدی میتونه شروع شه. خب پس میخواییم پروگرام کنیم. در 3 ساعت میشه این کارو کرد. هم از زاویه OS میشه اینو پروگرام کرد. برای اینکه بیشتر بفهمیم چه خبره، میتونیم OS رو دور بزنیم، مستقیما بیایم سراغ بایاس. از طریق بایاس پروگرام کنیم. برای اینکه از طریق بایاس بریم پورت سریال پروگرام کنیم، طریقش چی بود؟ اینترابتای نرم افزاری بود دیگه. زیر 20 یا زیر 1F اینترابتای بایاس بود. مثلا 10 1A یا تون 1A داشتیم، 1C داشتیم. اینترابت 10 ویدیو، اینترابت 16 کیبورد، اینترابت 14 به یوزر امکان میده که از طریق اینترابت 14 همه سریال پورت ها رو ببینه، پروگرام کنه، دیتا بفرسته یا بخونه. حالا خواهیم دید که وقتی میریم سراغ اینترابت 14 محدودیت داریم روی پروگرام کردن این سرعت. ماکسیمم سرعتی که میتونیم این رو ببریم چقدره؟ 19200. حالا ما میخواییم یک مودم بسازیم، یک دستگاه مودم ساختیم. برای این مودم میخواییم یک برنامه بنویسیم، مودم دیوایس درایور میخواییم بنویسیم، یک برنامه بنویسیم. مودم اونو میخواییم مثلا 33600، 56K بیشتر کمتر پروگرام کنیم. چه کنیم؟ هم از طریق OS هم از طریق بایاس محدودیم به 19200، مجبوریم هر دوتا اینا رو دور بزنیم، مستقیما بیایم سراغ چیپ. بریم چیپ رو پیدا کنیم، تو چه آدرسی نشسته، چیپ رو بشناسیم، مستقیما پروگرامش کنیم. وقتی خود چیپ رو بتونیم پروگرام کنیم، بعد میبینیم حداکثر میتونیم از اینجا 115200 سرعت بکشیم بیرون. پس ما هر سه روش رو میخواییم ببینیم، هم OS هم بایاس هم رفتن سراغ. حالا OS رو من چه نداریم، بایاس چه سرعتی میده؟ با چه سرعتی؟ الان میبینیم با چه سرعتی میتونه پروگرام کنه دیگه. هر سرعتی بخواد قائلا میتونه، ولی حد اکثرش چقدره؟ الان میبینیم ورژن اول بایاس 9600 بود، بعد ورژن بعدیش 19200 هم رفت. حالا این OS باشه، من دفعه دیگه بیارم، الان ندارم اطلاعش. از طریق این میتونیم اینو پروگرام کنیم، از طریق این اینترابت 14. اینترابت 14 خودش 4 تا فانکشن داره. فانکشن 0 برای پروگرام کردن سریال پورت، فانکشن 1 برای اینکه یک کاراکتر بفرستیم بره، فانکشن 2 برای اینکه یک کاراکتر بخونیم، فانکشن 3 برای اینکه استاتوس رو بخونیم. اینجا استاتوس، رجیسترهای استاتوس رجیسترهای مهمی میشن. کلا استاتوس چیه؟ وضعیت رو به ما منعکس میکنه. خب ما چند جور ارور الان تا الان دیدیم؟ تا به حال 4 ارور مختلف رو سیستم باید بتونه منعکس کنه. یکیش بود پاریتی ارور، یکیش فریمینگ ارور یعنی استاپ بیتا، یکیش آوران ارور نیومده این کاراکتر بخونیم، چهارمیش چیه؟ بریک. در زمانی که بریک میاد یه دونه یک بیاد به ما یه دونه ارور میده. خب
میتونیم بفهمیم یک اومد دیگه، یه جوری بفهمیم که بتونیم یک کارو بشمونیم دیگه. پس 4 تا ارور مختلفو تا اینجا میتونه به ما منعکس کنه و فیدبک های دیگه. پس یه سری استاتوس رجیستر داریم که توی 85 استاتوس رجیستراش قوی هن، اطلاعات زیادی رو با ما منعکس میکنه. حالا یکی یکی ببینیم فانکشن صفر اینترابت 14 برای پروگرام کردنه. برای اینکه بخوایم پروگرام کنیم پارامترها رو که الان میبینیم میریزیم تو آیل DX پورت نامبره. چند تا سریال پورت میتونه داشته باشه پی سی؟ یکی، دو تا، تلتکسر 4 تا، تا 4 تا سریال پورت. اگه بخوایم اضافه کنیم باید خودمون پروگرام بیشتری بنویسیم. پس اگر میخوایم پورت 0 رو پروگرام کنیم، پورت 1 رو پروگرام کنیم تو DX میذاریم 0، پورت 1 رو پروگرام کنیم تو DX میذاریم 1 و الاخر. اینم آله. سبیت سمت چپ باشه، این 110 220 میشه. سبیت سمت چپ از 110 تا 9600 رو میشه پروگرام کرد. دو تا بیت بعدی به ما میگه پاریتی میخوایم نمیخوایم زوج یا فرد. یه بیت بعدی میگه چند تا استاپ بیت. دو تا بیت بعدی میگن چند تا دیتامون چند بیتی. پس ما وقتی میخوایم پروگرام کنیم مثلا میخوایم 600 بود پروگرام کنیم، میشه صرف 1 1، این میشه 600. بعد میخوایم پاریتیمون زوج باشه، این میشه صرف 1 پاریتی زوج. میخوایم دو تا استاپ داشته باشیم، اینم میشه 1. میخوایم یکی چیه دیتامون 8 بیتی باشه، میشه 1 1. این میذاریم تو آیل. قبلش چی؟ آیش رو میذاریم چی؟ صفر. قبلش چی؟ اینترابت 14 رو صداش بکنیم. پس برای اینکه اینترابت 14 وارد بشیم توی آل پروگرام می‌ریزیم، تو آلش مشخص می‌کنیم فانکشنمون چیه، تو دیکس هم مشخص می‌کنیم کدام یکی از پورت‌ها رو داریم چیکار می‌کنیم پروگرام می‌کنیم. پس خیلی ساده میتونیم تو زبان اسمبلیمون پورت به پورت بریم پروگرامش کنیم. خب وقتی که این کار رو کردیم در رجیستر آه استاتوس رو میتونیم بخونیم. ببینیم پاریتی ارور، فریمینگ ارور، بریک ارور، آوران ارور و ارورای دیگه. حالا بقیهش رو من نگه میدارم بعدن که یه خود مفصل دیدیم برمیگردیم اینا رو میبینیم. مودم استاتوس رو هم در آیل میبینیم. خود استاتوس چیه؟ مودم استاتوس چیه؟ اینا رو من فعلا ازش میپرم. وقتی 85 رو کامل دیدیم برمیگردیم اینا رو خواهیم دید. هنوز پروگرام کردیم، هنوز چیزی نفرستیم. این فانکشن میخواید بفرستی فانکشن دیگه ای داره. میخواییم یه دیتا رو بفرستیم فانکشن 1 اینترابت 14 مشخص میکنی اون کرکتری که میخوایی بفرستی میذاری تو آیل. اگر همه چیز درست انجام شد بیت 7 آیش 0. در آیش پورت استاتوس رو میریزه. عرض کنم من از این میگذارم بعدم برمیگردم. استاتوس کلی اطلاعات داره با میده که اینی که فرستادید چه خبر شد. فانکشن 2 میخوایم یک کرکتر دریافت کنیم. از کدام سریال پورت؟ از این فانکشن 2 اینترابت 21. کرکتری که دریافت میکنیم میاد کجا؟ میاد تو آیل. و تو آیل چی میشینه؟ آیا اطلاعاتی که خوندیم هیچ اروری هم داره یا نداره؟ آیا اطلاعاتی که خونده شد استاپ بیتاش درستن، پاریتیش درسته، مشکل آوران نداره؟ به این ترتیب
آنند پشت سرش میتونیم محک بزنیم که اطلاعاتمون درست بود یا نه. مود بریک یه رجیستری باید داشته باشیم. بریک یعنی چی؟ یعنی ارسال، اعمال. پس یک رجیستری باید به ما بده. تو خانواده کاماند رجیستر ها دو تیپ رجیستر داریم، یه تیپ کاماند رجیستر داریم، فرمان میدیم تمام سیگنال های خروجیمون رو صفر یک کنیم. یه سری استاتوس رجیستر داریم، دریافت میکنیم چه خبره. پس یک کاماند رجیستری باید داشته باشیم که حالا خواهیم دید که اون بیت رو یک کنی، بریک ارسال میشه، صفر کنی، بریک قطع میشه. بعد میدیم خودش وقتی که میاد یه خودش آور رایت میکنه، اون فلک رو میکنه یک. ما اگر بیایم بخونیم اون فلک همیشه صفر. درست که هر وقت میایی سراغش میخونی اون فلک صفره. اومدی خوندی، نه ایمدی بخونی، فلک یک. خب فانکشن دو هم استاتوس ها رو برمیگردونه، یکی پورت استاتوس، یکی مودم استاتوس. یه خورده میبینید مفصله، باید یه خورده معلوماتمون بیشتر شه، دوباره برمیگردیم اینو مفصل میبینیم. اینها همه برمیگرده به ویژگی 85. یه خورده عمرتر 85 رو با هم مرور خواهیم کرد، بعد برمیگردیم اینترابت 14 مون رو تکمیل میکنیم. خب ببینید یه خورده قبل ما اینجا یک مین فریم داشتیم یا یک مینی کامپیوتر داشتیم. یا مینی کامپیوتر یا مین فریم دهه 60 70 80 حتی. این جلو یک فرانت اند پروسسور قرار میدادن و از طریق RS232 بهش یه تعدادی چی وصل میکردن؟ ترمینال. سلام به این میگفتیم ترمینال. یعنی چی ترمینال و کلمه درستش چیه؟ دام ترمینال. دام یعنی غیر هوشمند، احمق. یعنی چی؟ یعنی که اینجا سی پی یو اینجا بود، خود سی پی یو خودش چند تا کارته، سی پی یو اینجاست، من اینجا میکشم، حافظه رو اومده بین یوزر شماره یک، یوزر شماره دو، یوزر شماره این. حافظه رو حالا قسمت های عمومیش چی؟ این مال یوزر شماره یک، این مال یوزر شماره دو، این مال یوزر شماره این. حافظه رو اومده چکار کرده؟ تقسیم کرده. بعد سی پی یو میاد یه مقدار زمان میده به یک، یه مقدار زمان میده به دو، یه مقدار زمان میده به سه، یه مقدار میده به این. دوباره برمیگرده به چی؟ اصطلاحا میگیم چیه سیستم؟ اپراتینگ سیستم. واچ چیه؟ ساخته شده برای مالتی یوزر، چند تا یوزر رو بتونه همزمان هندل کنه. پس یه زمان به این میده، یه زمان به این. اگر سریع بچرخه هیچ کس احساس نمی‌کنه، خیلی هستن. اگر این تعداد زیاد باشه سیستم کند میشه. حالا من اگه اینجا حرف A رو تایپ کنم، این حرف A، پس یک حرف تایپ میشه
دو حرف ارسال میشه به سمت سیستم مرکزی که تو اینجا اصطلاحا بهش میگیم هاست. این سی پی یو وقتی فهمید یوزر یک حرف آ رو چیز کرده چیکار میکنه؟ حرف آ رو میبره براش یادداشت میکنه، میگه این آ رو تایپ کرد، حرف آ رو اکو میکنه، بعد که اکو کرد حرف آ نمایش داده میشه. درست شد؟ یعنی تا موقعی که اون نفهمیده اینجا چیزی نمایش داده میشه. برای وقتی سیستم شلوغه ما یک کاراکتر رو بزنیم گاهی وقتا چند دقیقه چند ثانیه وایسی وای میسادیم. خب اینا میگن ترمینال، نه یو اس بی داره نه هارد داره هیچی نداره، فقط یک کامیونیکیشن دیوایسه. به جای که هم این همه آدم برن این بغل بشینن یا همه برن توی کامپیوتر، به هر کی یه ترمینال و کیبورد داده شده، هر کی داره کار خودشو میکنه، هر کی برنامه خودشو داره رام میکنه و دیتاش هیچ کدوم با هم به اصطلاح قاطی نمیشه، پروتکت میشه، دیتاها همدیگه رو نمیبینن. این عملاً به اصطلاح سیستم مالتی یوزر. وقتی میگیم مالتی تاسکر یعنی یه سیستم هر زمان یک زمان داره چند تا کار میکنه. در زمانی که داره یک فایلی رو دانلود میکنه همزمان داره یه برنامه ما رو ران میکنه، هر زمان داریم پرینت میکنیم، میشه چی؟ مالتی تاسک. مالتی یوزر با مالتی تاسک فرق. خب پس کار مشخصه. آیا کلیدی زده شده؟ اگر آره ارسال به هاست، اگر نه کلیدی، حالا کلید نه، داده ای دریافت شده اگر آره خواندن داده و بعد نمایش داده روی اسکرین، اگر نه کارش چیه؟ پس کارش باید همین، کار دیگه ای نداره. خب بله کلاتش سیرم یه چیز دیگه است اصلا. بس هوشم اونا که خب حتما اصلا یه فلسفه دیگه. اون بس ویرچوالیزیشن رو میگه، ویرچوالیزیشن روی خانواده X86 میخوایم پیاده کنیم اگه برسیم بعد اون رو صحبت میکنم. تا اینجا درست؟ خب پس اینا هر کدوم دام ترمینال هست. کمپانی مطرحی بودن، یکی از اینا معروف کمپانی به نام وایزش تو خیلی از گمرک برید تا چند وقت پیش بود، هنوز هم فکرم از بانک مرکزی من تا چند سال پیش میدیدم ترمینال، بانک ملی، بانک صادرات، اون سیستم بزرگش میدید، هنوز همین روش هست چون اکثر اونا مین فریم بیست. بعد یکی از این مدلاش که حدود 15-20 سال پیش اومد فارسی هم شد، هم کیبورد فارسی شد هم ایپروم این داخل رو عوضش میکردن، مانیتور هم فارسی، هم فارس، پس دو زبان هم کار میکرد. اکثر سازمانه بزرگ از این مکانیزم باشن استفاده میکرد. خب حالا صورت مسئله ما چیه؟ صورت مسئله میگه وارد یه سازمانی شدیم، کلی از این ترمینال هست، این ترمینال ها مصرفش چقدر زیاد نیست، یه دفعه این ترمینال خراب میشه نیستش، چیکار کنیم؟ میخوایم به جای این ترمینال چی بذاریم؟ یه پی سی بذاریم. پی سی توانمندیش نسبت به ترمینال چیه؟ اما اینقدر دانگریدش کنیم به سطح ترمینال برسونیمش. خب چرا؟ برای اینکه پی سی چقدره؟ چند صد دلار. این چقدره؟ 1000 خورده دلار. برای اینکه پی سی زیاده دیگه. پس در واقع میخوایم چیکار کنیم؟ میخوایم یک پی سی چیکار کنه؟ ترمینال یکی نقش یکی رو بازی کنه، میگن امولیشن.
ترمینال امولیتور. میخوایم یک برنامه، یه پی سی بذاریم و یه برنامه روی این پی سی بذاریم که نقش ترمینال بازی کنه. صورت مسئله ما نوشتن اون برنامه است. این هم همینه. حالا از وسطاش دیدیم کرکتری دریافت شد، نه هیچی، آره دیسپلیش کن، کلیدی دریافت شد، بخونش بفرستش، وگرنه بارو تو لوپ. این همونه دیگه، به یه زاویه دیگه. حالا به این برنامه شو بنویسیم. پس داریم یک ترمینال رو تبدیل میکنیم به چیز. این برنامه یک مثالی است که همین ترمینال امولیتوره. این چاپت 14 رو میخواییم ببینیم. خب اولاش که مثل همیشه میخواییم کام یک رو اینیشیالایز کنیم. کجا؟ کام یک رو پی سی رو میخواییم اینیشیالایز کنیم. صرف یک یک همون چی بود؟ 600 بود دیگه نه؟ یا 9600 بود؟ حالا هرچی، اینجا بود ریت دیگه، درسته؟ اینجا بود ریت، اینجا میگیم پاریتی نمیخوایم، اینجا میگیم چند تا استاپ میخوایم، اینجا میگیم دیتامون چند بیتی باشه دیگه. فرمتون رو مشخص میکنیم، دقت کنیم فانکشن صفر، سریال پورت یک، اینترابت 14. به این ترتیب سریال پورتمون رو روی پی سی پروگرام کردیم. چک فور کرکتر، آیا کرکتری هست برای ما؟ فانکشن 3 اینترابت 14 یه استاتوس به ما میده. تو این استاتوس بیت یکش، بیت صفرش، بیت سمت راستیه چی میگه؟ اگر یک شد یعنی یک کرکتری دریافت شده. این بیت هم میگه هر وقت کرکتر ارسال شده. بیت 6 هر وقت کرکتر ارسال شده، بیت 1 هر وقت کرکتر دریافت شده. به درد پولینگ میخوره. چک فور کرکتر فانکشن سه اینترابت 14 بیت 0 رو نگاه میکنم. جام نات 0 رید کرکتر، اگر یک برو کرکتر رو بخون، وگرنه برو به کیبورد. اگر کرکتری اومده برو کرکتر رو بخون. فانکشن 2 اینترابت 14 چیه؟ خوندن کرکتره. کرکتر رو میخونیم، دیسپلی کن کرکتر رو. یادتون هست فانکشن 2 اینترابت 21 هر کرکتری رو که میخوایم دیسپلی کنیم کافیه کد اسکیش رو بریزیم تو رجیستر چی؟ دیل. اینجا چون خروجیش آله، آله رو میریزیم تو دیل. بس هر کرکتر رو دیسپلی کرد. وگرنه برو به کیبورد. آیا کلید تایپ شده یا نه؟ فانکشن یک اینترابت 16 یادتون هست مشخص میشد اصلا کلید زده شده یا نه. اگر نه برو چک اگین، وگرنه برو به خوندن کلید. فانکشن 0 اینترابت 16 کلید رو میخون، کد اسکیش رو میذاش توی چی؟ آل. خب کلید رو بخون بفرستش. با چی بفرست؟ فانکشن 1 اینترابت 14 رجیستر اطلاعات آردی تو آهله کامیونیکیشن 1 اینترابت 14 برو به بالا. پس ببینید با 4 تا فانکشن اینترابت 14 ما یه ترمینال امولیتور نوشتیم و یک پی سی رو جای یک ترمینال گذاشتیم. این ترمینال ها هستشون چی بود؟ کند بودن دیگه. RST-22 بود، کند بودن، 9600، 9200 یه هست خیلی بزرگی داشتن ترمینال ها. اون کسی که پشتش جسته بود هیچ کار نمیتونست بکنه، نمیتونست بره تو اینترنت، نمیتونست USB داشته باشه، نمیتونست اطلاعات رو بذاره یا برداره. خب ممکنه یه فلش داشته باشه، منظوری هم نداشته باشه، یه فلش میذاره یه ویروس میاد تو سازمان، منظور داشته باشه ویروس وارد سازمان کنه، منظور داشته باشه اطلاعات برداره ببره. شرکت های همین داخل خارج فرق میکنه. شرکت هایی که نرم افزار دیولپ میکنن هیچ کس حق نداره نوتبوک خودشو ببره، هیچ کس حق نداره نوتبوک رو میز بذاره، همه یه سری ترمینال جلوشونه. چرا؟ برای اینکه دارین نرم افزار به اون شرکت دیولپ میکنی. نرم افزار چیه؟ دارایی مجموعه است دیگه، نمیتونه تموم که شد بذاریم توی فلش ببریم، درست؟ پس یادتون باشه اگر برعکس
میخواین یه جایی یه مجموعه نرم افزار چند نفر رو استخدام کنین نرم افزار بنویسن، هر کی نوت بوک نه نه، باید فضای ترمینال بیس باشه. حالا بعدن شد چی؟ بعدن از این فضا اومدیم بیرون، به جای این داستانا بحث شبکه شد، اینجا سرور اومد، اینجا اصطلاحا کلاینت ها اومدن، پروتکل به جای این شد پروتکل کلاینت چی؟ سرور. این کارت شبکه، این شبکه است اترنت. این چقدر بود؟ 9600. اولین ورشنش چی بود؟ 10 مگابیت پر سکند. فست اترنت اومد 100 مگابیت پر سکند. بعد چی اومد؟ گیگا اترنت اومد. الان داره 10 گیگ میاد یا اومده بکن. خب با چه سرعتی اینا دارن ارتباط برقرار میکنن؟ این چیه؟ یه پی سی میتونه باشه دیگه، درسته؟ رو شبکه است. خب وقتی پی سیه، حالا دو تیپ ما میتونیم پی سی داشته باشیم. آیا این که اینجا نشسته تین کلاینت یا هوی کلاینت؟ دوتاش لغتاش به هم نمیخوره. تین کلاینت یعنی یه نفری که نشسته اونجا داره کار زیادی با سی پی با یونیتش انجام نمیده، همه منشیای ادارات، همه بحثای آدمایی که تو انبار کار میکنن کار زیادی نمیکنن، حتی اونایی که تو مالی کار میکنن، اونایی که تو بازرگانی کار میکنن، تمام ستاد یعنی پشت صحنه شرکت ها، صف اونایی که جلو، اکثر افرادی که دارن کار میکنن مثلا تو ایران خودرو، اکثر کسایی که پی سی یا ترمینال جلوشونه کار زیادی انجام نمیدن. برعکس میریم تو آرندی، میریم تو طراحی، میریم تو کتکم. برعکس چیه؟ حالا مهندسان نشستن، یه ماشین کشیده، ماشین رو میخواد با سرعت بزنه به دیوار، یه ماشین کشیده میخواد بچرخونه، نه تنها سی پیو میخواد، جی پیو هم میخواد، خب کارت جی پیو و و و اونا میشن به اصطلاح آدمای خاصی که گاهی وقتا باید حتی مادربردش دو تا سی پیو بهش داد، چهار تا سی پیو بهش داد کمشه، درسته؟ اونا آدمای خاصن که جای خودش باید در واقع دیده بشه. پس ما اینجا میایم پی سی میذاریم. حالا اگر این ارتباط قطع شد، کارت شبکه سوخت یا ارتکابل قطع شد یا سویچ قطع شد، پی سی چیه؟ کارشو میکنه دیگه، درسته؟ یه سیستم اتونومه. اینجا اگر این خراب میشد یا این کار قطع میشد، این هیچی به درد نمیخورد دیگه، یه یونیتی که بعد اومده بیرون. اینجا نه، اینجا این داره همه کارشو میکنه، هم حسنه هم چیه؟ عیبه. حالا اومدن در فضای یک کلاینت سرور، برای عمدتاً این خانواده اصطلاحا میگن تین کلاینت گذاشتن. تین کلاینت گذاشتن یعنی چی؟ حالا میشه انتخاب کرد که این یونیت هارد داشته باشه یا نداشته باشه. خیلی راحت یو اس بی هاشو کور میکنن. حالا بعدنها اگر رفتید میبینید حتی تو خارج بدتر، داخل هم فرق نمی کنه. بس همکاراتون، دوستات و آشنا، اونایی که مثلا تو اریکسون کار میکنن تو همین تهران، نوکیا، حالا نوکیا که دارم، هواوی، چینیا کار میکنن، روز اول که نوت بوک بهش میدن تمام یو اس بی هاش کوره. خب وقتی تو اون شرکت کار میکنه یه دونه ایمیل بفرسته به یکی سی سی نکنه اخطار، ایمیل دوم اخراج، اصلا تعارف نداره. ما تو شرکت ایرانی خیلی فلکسیبلی، یک دیسیپلین بسیار زیادی. شما میرید فردا عمر ایرانی ها تو اینتل میخواید کار کنید، از ارتش عمرتره، واقعا باید نزد باشه، همه باید چیز کنن. یه ایمیل بی خود میفرستی واسه چی اومد اینجا؟ مگه میخواید چیکار کنید؟ جاسوسی میکنی؟ از کی پول گرفتی؟ همه این کمپانی ها سازمان های ضد جاسوسی و خودشون هم جاسوسی دارن دیگه، چون هم اطلاعات میخوان بدازن هم میخوان دزدی نشه. خیلی دیسیپلینش بالاست. پس ما اگر تو سازمانی هستیم که میخوایم پرسنلمون تو این اداره اینترنت نرن، مثلا یه دستگاهی میذارن روی شبکه یاهو، گوگل، فیسبوک، فلان، 12 ظهر تا 12:30 باز، 5 بعد از ظهر به بعد باز، تو ساعت اداری برای چی فیسبوک باز باشه؟ توی امریکا چند سال پیش آمار گرفته بودن 40% وقت‌ها رو فیسبوک بود، دیوایس های اومد که کات کنه، تا
ترند هم اینجوری بود، صبح که ملت می اومدن اولین اطلاعاتی که سرچ میکردن اطلاعات اخبار، دیشب تا صبح چی گذاشت. طرف زور یعنی ساعت 10 تا 11 11 و نیم اطلاعات بورس، سهاممون چی شد اینا. طرف زور یواش یواش بحث شکم، رستوران کجاست کجا نیست. بعد از زور دوباره یه خورده اخبار، از حالا فیلم و اینا فلان بیرون تئاتر سینما تا برن خونه شون. بعد میرن خونه شون، خیلی هاشون پیستشون کار نمیکنن، این 30-40% وقت داخلی سازمانشون داره رفتارا میزنه. اینه که ما هممون تو اکثر شرکتمون بستیم جاهای مختلف، کسی نباید بی خودی تو اینترنت بچرخه، کسی نباید بی اصلا کسی خیلی اصلا به اینترنت کاری نداره. حالا برای اینکه افراد اینجا بذاریم که هم کارشو انجام بده، هم سیستمش قابل قبول باشه، هم به شبکه وصل باشه، هم به سرور وصل باشه، میشه ارسلم هارد گذاشت یا نگذاشت. اگه هارد نگذاریم یعنی سیستم هم که روشن میکنیم دقت کنید اونجا ریبوت میشه، اصلا اینجا بوت نمیشه، اون بوت میشه، هارد نداره. میتونیم براش هارد بذاریم هر وقت اون اجازه داد بوت شه، به طرف میگه از فردا نیا نوتبوکش یا سیستمش از همون ثانیه چی میشه؟ دیزیبل میشه، حتی بالا نمیاد، نباید بتونه بیاد بالا، درست؟ خب بس برای اینجا میان تین کلایت میذارن. بنابراین اینها با تمام کندیشون یه سری فواید داشتن، هیچ کسیش کار نمیتونست بکنه، ولی سیستما خیلی کم بودن. دنیا رفت به سمت اینکه پی سی گذاشت، خیلی محاسن اومد، سکیوریتی به خطر افتاد، وقت ها ابطال شد اینا، دوباره یه مدار برگشتن به اینا. بعضیا به اینا به جای پی سی انسی هم میگن، نتورک کامپیوتر، کامپیوترهایی که به نتورک وصلن و فقط چیکار میکنن؟ اون کاری که هست میگه میکنن. چه اپلیکیشن هایی توشونه؟ اونی که اون بالایی میگه. خب حالا فرض کنید این تو این سازمان اینا 1000 نفرن، فرض کنید شما اپلیکیشن حسابداری رو گذاشتی رو 1000 تا پی سی، خب یه دفعه یه باگ پیش اومد چی میشه؟ یکی باید راه بیفته. اما اگه همه اپلیکیشن یه جاست، همه از اون دانلود میکنن، یه جا رو تغییر میدی، همه چی میشه؟ آپگرید میشه، خیلی صرفه جو بفهم.